گوش و حرکت زشتی که بعد از مرگ همسر بیژن مرتزوی همکار قدیمیش انجام داد با ما همراه باشید راجبش صحبت میکنم سلام به همراهان همیشه کانال زر تیوی به کانال خودتون خوش اومدید خب بعد از مرگ بیژن مرتزوی تقریبا تمام هنرمندان به ویژه خواننده و آهنگسازهای قدیمی نسبت به مرگ ستاره سعیدی واکنش نشون دادن و با پیام های تسلیتشون با بیژن مرتضوی ابراز همدردی کردن بیژن مرتزوی جدا از فعالیت های هنری که داره همیشه روابط دوستانه ای رو با همکارای خودش داشته و به واسطه همین روابط دوستانه ای هم که داشته خیلی جا با خیلی از خواننده های بزرگ همکاری های رو در قالب آهنگساز یا تهیه کننده داشته از همکاریاش با خواننده های نسل قدیمی تر مثل محسی و را بگیر تا نسل جدید مثل لیلا فروهر و شادمهر عقیلی همین دوستیش هم باعث شدش که بلا فاصله بعد از مرگ ستاره سعیدی در همون روز اول اکثر هنرمندان از جمله سیاوش قمیشی، ابی، لیلا فروهر، کامیار، سوگند، انگام موین امید و خیلی دیگه نسبت به مرگ همسر بیژن مرتضوی واکنش نشونده بدن و باش ابراز همدردی بکنه ولی خب این وسط تک و تک هم بودن افرادی که نسبت به این ماجرا واکنش نشون ندادن و هیچ پیام تسلیتی هم برای بیژن مرتضوی نداشتن یکی از اون افراد گوگوش بودش که از خیلی وقت قبل مثل اینکه رابطهش با بیژن مرتضوی زیاد خوب نبودش واسه همینم هم نه پیام تسلیتی برای بیژن مرتضوی داشت و نه توی پیجش یا جایی واکنشی نسبت به این ماجرا انجام داد این در حالی هستش که بیژن مرتضوی همواره توی اتفاقات و حوادث مختلف همراه همکاراش بوده و حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که توی مراسماتشون حداقل یه پیام تسلیت داشته باشه چند وقت قبلی هم که مادر داریوش فوت شده بودش بیژن مرتضوی یه پیام تسلیت برای داریوش ثبت کرد ولی خب داریوش هم توی چند وقت اخیر توی پیجش هیچ فعالیتی نداشت و حداقل از طریق سوشال مدیا پیام تسلیتی برای بیژن مرتضوی نفرستاد اما برگردیم به گوگوش تقریبا میتونیم بگیم که گوش برای هیچ کدوم از خواننده ها و همکارای هم نسل خودش حالا چه قبلتر از خودش و چه بعدتر از خودش هیچ وقت نشده که بخواد پیام تسلیتی بده یا ابراز همدردی بکنه یا کلا سعی در همکاری یا همدردی و ابراز محبت نسبت به کسی داشته باشه این قضیه سال گذشته هم برای داریوش افتاد و مادرش رو از دست داد و اونجا هم گوگوش جز معدود کسایی بودش که نسبت به این ماجرا واکنشی نداشت و حتی یه پیام تسلیت هم برای داریوش نفرستاد این در حالیه که اونها مدتی حتی نامزد بودن با هم و حتی احتمال بودش که ازدواج بکنن و توی چند تا فیلم سینمایی و آهنگ هم با هم همکاری هایی داشتن این قضیه رو خیلی از نزدیکان گوگوش هم بهش تاکید داشتن که گوگوش کلا به نسبت خواننده های هم دوره خودش یه مقدار آدم مغرورتریه و خودش رو بالاتر از بقیه خواننده ها میدونه واسه همین هم هستش که توی شرایط اینجوری حتی به خودش این زحمت رو هم نمیده که بخواد مثلا پیام تسلیتی برای کسی بذاره البته خیلی ریشه این کار گوش رو برمیگردونن به اون دورانی که گوش تبعید اجباری داخل ایران داشت چون توی اون تایم هم هیچ کدوم از همکاراش حتی حال گوگوش رو هم نمی پرسیدن. توی اوایل انقلاب در سال پنجه اکثر خواننده هایی که در حال حاضر توی خارج از کشور هستن موفق شدن از ایران خارج بشن و یه جورایی فرار بکنن. ولی خب گوگوش توی اون سال خارج از کشور بود ولی به خاطر فروش املاکش و چند تا کار که توی ایران داشت سال 58 به ایران برگشت و دیگه نتونست به خارج برگرده و یه جورایی توی ایران زندانی شدش اون نزدیک به 20 سال داخل کشور بود و هم ممنوع و کار بودش و هم ممنوع و خروج و توی این سالها که دوران اوج جوانی و فعالیت های هنری گوگوش هم به حساب می اومد اون مجبور بودش که بیکار باشه و خونه نشین و توی این سال هیچ کسی حتی حال گوگوش رو هم نپرسید حالا اونجور که خودش میگه توی اون سال فقط مسعود کیمیایی کنارش بود و کمک های اون بودش که گوگوش رو سرپا نگه داشت و ریشه این که الان هم هیچ کدوم از اون خواننده ها رو گوگوش آدم حساب نمیکنه همینه که توی اون دوران سخت کسی کنارش نبود نظر شما چیه دوستان به نظرتون آیا گوگوش حق داره و این رفتارش به خاطر غرورش هست یا واقعا رفتاری که نشون میده ریشه در بدرفتاری هایی که دیگران باش داشتن بوده بیژن مرتضوی روز گذشته به تمام پیام های تصلیتی که براش توسط دوستان و خواننده ها و افراد مشهور صادر شده بودش پاسخ داد و توی چندین پست تمام اونها رو که در کنار هم قرار داد و ابراز قدردانی کردش از همکارای مختلفش که باز هم اونجا مشخص بودش که گوگوش جز معدود کساییه که به بیژن مرتظوی تبریکی نگفته جالبه که بدونید حتی محمود قربانی همسر اول گوگوش هم پیام تسلیتی رو برای بیژن مرتضوی فرستاد و توی هم کانال یوتیوبش هم پیج این به خاطر از دست دادن ستاره سعیدی به بیژن مرتضوی تسلیت گفتش ولی خب این در حالیه که گوگوش بازم واکنشی نشون نداد توی مصاحبه ای هم که سال گذشته گوگوش با هما سرشار انجام داده بود کاملا همین غرورش در صحبتاش مشخص بودش و هم این قضیه که نسبت به همکارای سابقش خیلی دل خوشی نداره و از اکثرشون حتی نفرت داره و همونطور که محمود قربانی همسر اول گوگوش گفت گوگوش روی صحنه شاهماهی موسیقی و خارج از صحنه توی زندگی شخصی اصلا شخصیت نرمال و قابل قبولی نداره واسه هستش هم که خیلی توی روابطش با دوستاش به مشکل میخوره و با اکثر حتی دوستای سمیمیش مدتهای طولانی قهر و دعوا داشته ممنون رفقا از همراهیتون با این ویدیو حتما نظراتتون رو راجع به گوگوش و این حرکتش و این که تسلیت نگفته برامون تو بخش کامنت ها بنویسید به نظرتون آیا کارش درست بوده یا تسلیت گفتن یه اختیاریه و دلش نخواسته اصلیت بگه حتما نظرتون رو بر ما راجع به گوگوش و زندگی شخصیش و این حرکتش تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید